این نیروگاه برق توسط مأموریت پشتیبانی قاطعی در فرماندهی لوجستیک و تأمینات وزارت دفاع ملی ساخته شده است. 20 کیلووولت برق از سبستیشن شمال کابل به این فرماندهی وصل شده است. با وصل این برق وارداتی، فعالیت 874 جنراتور در این فرماندهی توقف یافته. با متوقف شدن جنراتورها، سالانه از بحر صرفه‌جویی در مواد سوختی 45 میلیون دلار هم صرفه‌جویی خواهد شد. این پروژه برق که یکی از 14 پروژه زیر کار توسط نیروهای خارجی است که در سراسر افغانستان روی دست گرفته شدند. پروژه برق ملی و راهبردی افغانستان شامل چندین لاین انتقال برق است که 6 پروژه آن دیزاین و زیر کار است که به ارزش 560 میلیون دلار معادل 45 میلیارد افغانی است که مقدار زیاد برق را انتقال می دهد. تمام این لاین های بزرگ در چند سال آینده تکمیل می شود و نیازهای انرژی برق را در افغانستان مرفوع می سازد. وزارت دفاع ملی میگوید که پول صرفیه انرژی را روی ظرفیت های ارتش ملی به مصرف خواهد رسانید. اما بارها گزارش های هم از موجودیت فساد در سوختبار وزارت دفاع ملی نشر شده، موضوعی که وزارت دفاع ملی آن را رد نمی کند. جنراتور من زیاد مصرف داده، طبعا بکنگوی که به مشکلات هم موجود بی، من شفافیت دپاره، من به حساب دهی دپاره، حاضری و اوچه اصلاحات چی دیاری که روانو پخپل ساید. شرکت برشنا هم اعلام آمادگی می کند که این نهاد انرژی بیشتر را در اختیار وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله قرار می دهد. وزارت داخله و دفاع مشتونه چه بدکیر ما چه مولد اخبال مروز و نوی تیم جور کردی سوست پاره اگر تال خوری دیر پار بیا و ما و بخشی چی در کارو نسی بیدی پنده که نکیر بالا ار خبر به جر خلاصی ار مشتر به جر آسی. همکنون بخش های زیادی از وزارت دفاع ملی برای تأمین انرژی برق از جنراتور و سوختبار استفاده می کنند و پول سوختبار را مأموریت پشتیبانی قاطع می پردازد.